سلام همراهان کانال مارکوپولو، این ویدیو اختصاص به داروین و جایزه داروین داره. این ویدیو یه توضیح مختصری راجع به داروین و چگونگی دریافت جایزش بهتون میدیم و بعد از اون میپردازیم به مرگ هایی که تونستن جوایز داروین از آن خودشون کنن. ضمن این که این ویدیو زمانش طولانی تر از ویدیوهای معمول پیج، پس احتمالاً در دو قسمت به شما تقدیم خواهد شد. امیدواریم خوشتون. چارلز رابرت داروین زیستشناس و زمینشناس انگلیسی بود که مهمترین نظریه اون نظریه تکامل انسانه و همه اونو تقریبا با این نظریه میشناسن. طبق این نظریه همه انسان‌ها دارای نسب مشترکن و نسب همه ماها به میمون‌ها برمیگرده. در واقع اصل این نظریه اینو بیان میکنه که در گذر زمان گونه‌های مختلف جانداران برای ادامه بقا مجبورن خودشونو با محیط و شرایط بهتر بفهمند و ناچار به تغییرات رفتاری و فیزیکی میشن و در نهایت طبق اعتقاد داروین جد همه ما جانداران روی زمین یک تکسلولی در 4 میلیارد سال پیشه. فکر میکنم صحبت از داروین و نظریش کافی باشه، چون موضوع این ویدیو جوایز داروینه و به خود داروین کاری نداره. جایزه داروین به جایزه کنایه‌آمیز گفته میشه که به اشخاصی داده میشه که با مرگ یا عقیم کردن خودشون با انجام کارهای ابلهانه خودشون از مسیر تکامل انسان خارج میکنن. البته برنده این جایزه باید 4 ویژگی داشته باشه. یکی این که برنده یا باید بمیره یا باید آسیب جدی مثل عقیم شدن به خودش بزنه. حماقتش باید منحصر به فرد باشه و تا به حال کسی این کار انجام نداده باشه. خودش باید مستقیماً باعث مرگ یا عقیم شدن و آسیب وارد شدن به خودش شده باشه و دست کم در سن دریافت گواهی رانندگی باشه و دچار کمتوانی ذهنی نباشه و باید اون اتفاقی که براش افتاده توسط منابع معتبر خبری پوشش داده شد. اهدای این جوایز حوالی سال 1985 شروع و با راه اندازی یه وبگاه توی سال 1993 و چاپ کتاب‌های توی سال 2000 توسط وندی نورسکات حالت رسمی تری پیدا کرد. حتی در سال 2006 یه فیلم کمدی رومانتیک هم با این نام تهیه و پخش شد. خب دیگه بریم سراغ کسایی که تونستن جایزه داروین رو دریافت کنن. البته تو این ویدیو ما به کسایی میپردازیم که فقط با مرگ خودشون تونستن جوایز داروین رو از آن خودشون کنن. از زمان اهدای این جایزه تا به حال بیشتر از 60 نفر از جمله پسر خود داروین این جایزه رو از آن خودشون کرد. این توضیح هم خدمتتون بدم که جایزه داروین به پاس قدردانی به کسانی تقدیم میشه که با کارهای احمقانه‌شون باعث بقای بیشتر انسان‌های دیگه شدن و به نوعی درس عبرت شدن برای دیگران که دیگران کارهای اونا رو تکرار نکنن. منبع این ویدیو سایت خود داروینه و ما از ذکر مواردی که خود سایت اونا رو تایید نکرده خودداری میکنم. ممنون میشیم که ما رو با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت کنید. اولی مورد آقای فردریش نیچه است. اون نیچه معروف نه، یک نیچه دیگه. توی سال 2018 تو شهر برلین آلمان آقای فردریش نیچه در حالی که با همسرش در کنار رودخونه هالش قدم میزد یک دفعه دوچار درگیری لفظی میشن و همسرش هول میده داخل رودخونه یخ بسته. بعد از اون هم میپره که اون زن طفلکو توی رودخونه خفه کنه و کارشو یکسره. اما در اثر ضربه‌ای که به سرش میخوره دوچار ضربه مغزی میشه و به کما میره و توی تاریخ 14 فوریه به خاطر آسیب مغزی غیرقابل برگشت فوت میکنه. حتما توقع نداشته که زنی که میخواست خفش کنه اونو چندین سال تو حالت کما زنده نگه داره. توی سال 2021 یک جوان 23 ساله که دانشجوی خلبانی توی تگزاس بوده تصمیم میگیره به همراه دوستش سوار هواپیمایی بشه که پرواز با اون آموزش ندیده بود و اون این کار رو در شب انجام میده و با این کار دو تا از قوانین مهم دانشجوی تازه کار رو زیر پا میزه. متاسفانه سیستم ردیابی هواپیما کار نمی‌کنه، برای همین ردیابی هواپیما خیلی سخت انجام شده. در نهایت لاشه هواپیمای اونا توی منطقه جنگلی پیدا شد
و آقای سالمون و دوستش به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین پرواز جایزه داروین رو دریافت کرد. نتیجه این شد که اونها به دلیل اینکه به 4 تا از قوانین خلبانی بی‌توجهی کرده بودن مرگ خودشون رو رقم. در 1 نوامبر سال 2009 در شهر لیژ بلژیک پلیس تماسی از فردی دریافت کرد که ادعا می‌کرد در نزدیکی شهر مورد حمله قرار گرفته و وقتی به منطقه صحنه رسید با صحنه دلخراشی روبرو شد. یک ماشین سوخته و مردی که چاقو خورده بود و روی زمین افتاد. طبق تحقیقات پلیس آقای تیری بی برای دریافت پول از بیمه ماشین خودش رو با آتیش می‌کشه و برای اینکه به بیمه ثابت کنه که مورد حمله قرار گرفته و این کار توسط دیگران انجام شده به خودش چاقو میزنه که متاسفانه به اشتباهی این چاقو رو به شارک گردنش میزنه و در اثر خونریزی زیاد میمیره. آقای هاروی فیت علاقه بسیار زیادی به بناهای سنگی روم باستان داشت. اون یک مجموعه شب الهام گرفته از بناهای روم باستان تو حیات خونه خودش ساخته بود. یه روز در حالی که داشت با ماشین چمنزنی چمنها رو کوتاه میکرد داخل یکی از این گودالایی که خودش ساخته بود افتاد و جونش رو از دست داد. اون توی لحظه مرگ 72 سال سن داشت. توی سال 2004 رجی 47 ساله وقتی داشت درخت پشت خونه دوست دختر خودشون از جا در می آورد دچار حادثه دلخراشی شد. اون با وانت خودش درخت رو از ریشه در آورد و درخت دقیقاً روی کابین وانت افتاد و اونو لهش کرد و این پایان ماجرا نبود. بعد از اینکه بنزین داخل باک ماشین با حرارت موتور آتیش گرفت درخت و ماشین با همدیگه توی آتیش سوختن و تنها چیزی که میشه گفت و خوشحال بود داراش این بود که آقای رجی قبل از اینکه آتیش سوزی شروع بشه فوت کرده بوده و زجر زیادی نکشید. توی سال 2014 یک صوفی معروف و مشهور توی پاکستان تصمیم گرفت که یک معجزه برای پیروان و مریدانش انجام بده. اون سراغ سخت‌ترین معجزه ممکن رفت، یعنی زنده کردن مرده ها، و برای این معجزه نیاز به یک داوطلب داشت. محمد نیاز 40 ساله که اعتماد بی جای به این صوفی داشت و اعتقاد راسخی به اون داشت داوطلب شد و پایان این داستان هم دیگه مشخصه. صوفی پشت میله های زندان و محمد هم سینه قبرستون. این هم میشه نتیجه اعتماد بی جا. آقای اسکات توی سال 1999 توی کالیفرنیا آمریکا وقتی قصد داشت با تلسکوپ خودش ستاره ها رو رصد کنه احساس کرد که نور چراغ خیابون مجاورش مانع از بازتاب توی تلسکوپه. برای همین تصمیم گرفت که اون چراغ رو از کار بندازه و به رصدش بپردازه. اما به این نکته توجه نداشت که همونطور که کار با تلسکوپ تبحر می‌خواد، کار با برق هم تبحر بیشتری می‌خواد. اون یه انبردست برداشت و بعد از باز کردن پوشش در چراغ تصمیم گرفت سیم برق 4000 ولتی رو قطع کنه. کسایی که شاهد بودن میگن دیدن که یک جرقه بسیار بزرگ زده و آقای اسکات چندی متر پرت شده اون طرف. آقای اسکات در نتیجه این کار ابلهانه جون خودش رو از دست داد و جایزه داروین رو از آن خودش. خب دوستان، به پایان قسمت اول جوایز داروین رسیدیم. هفته بعد توی همین روز قسمت دوم رو براتون پخش میکنیم. امیدواریم از این مجموعه خوشتون بیاد و با لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو حمایت کنید.